تمرکز لازم است، ولی سینمای بیلی وایلدر رو، تراوتش رو، شیرینی و شرافتش رو خیلی دوست دارم. هیچ جای فیلمش به من توهین نمیکنه به عنوان یک سازنده. بسیاری از فیلمسازان بزرگ توهین میکنن، توهینشون هم به این معناست که میخوان افکار ما رو به بازی بگیرن، ولی بیلی وایلدر به دموکراتیک ترین شکل ممکنه من رو به عنوان تماشاگر در معرض دیدن فیلمش میذاره. فرانس فوتروفا هم این خصلت رو داشت. فرانس فوتروفا وقتی که مرد نه فیلمای من رو دیده بود و نه هم دیگه رو دیده بودیم ابدا، ولی احساس کردم که مهمترین حامی خودم رو از دست دادم در سینمای دنیا. این حس رو راجع به فوتروفا داشتم. هیچکاک برای من درس پر اهمیتی بود بابت اینکه چقدر بیکران هست قابلیت های تصویر. خب آدم های مثل جان فورد، هاوارد هاکس خب فوق‌العاده هستن. شاید مثلا ساختن فیلمی مثل جویندگان مال جان فورد یا دلی جان مال جان فورد جز رویاه هم بود که ای کاش من سازنده این فیلم ها بودم. در مورد هیچکاک هرگز آرزو نکردم ای کاش این فیلمش رو من ساخته بودم. فیلم داستان لویزیانا مال فلاهرتی هم از جمله فیلم هایی بود که آرزو میکردم ای کاش سازندهش من بودم، مال من بود این فیلم. خب از دوران جوانی که من با آلفرد هیچکاک آشنا شدم، اون چیزی که در مورد این استاد همیشه برای من جذابیت داشت و یک جور کلاس بود، اینکه پیچیده ترین مکنونات ذهنی بازیگر رو فقط به کمک تصویر میتونه ادا کنه. از دیالوگ یا از یک سری تمهیداتی که نیروی کمکی محسوب میشن استفاده نمیکنه. دکوپاژش تمام این معضل رو حل میکنه. من گمان میکنم در تاریخ سینما مشابه نداره از این منظر. این لزوما به معنای این نباید باشه که همه فیلماش خیلی معرکه است. آلفرد هیچکاک یک درس بزرگ بود برای من که این دوربین چه قابلیت جادویی عجیبی داره و چقدر امکان رو میده که یک ذهنیتی که الان من حضور ذهن ندارم بخوام مثالی بزنم، ولی چیزهایی که گفتنشون در سینما اصلا آسون نیست. گاهی اوقات ما ممکنه متوسل بشیم به دیالوگ، گاهی اوقات متوسل بشیم به صحنه های کمکی برای اینکه این رو پوش بدن تا اون مفهوم بسیار پیش افتاده گفته بشه. اما هیچکاک با تصویر این کار رو میکرد، تصویر محض و صرف. و این رو من نمیتونم ادعا کنم یاد گرفتم، ولی این تمام ذهن من تسخیر کرد به این معنا که بایستی تصویر فیلم رو پیش ببره. فکر میکنم که اصلا دنیا خلق شده به خاطر اینکه آدمی مثل بتهوون توش متولد بشه، آدمی مثل شکسپیر، نمیدونم جان فورد، هیچکاک، برسون. در بین ایرانی ها خب کسانی هستن که من بهشون به کارشون علاقمند هستم، ولی هیچ الگویی بابت اینکه ای کاش این فیلم رو من صاحبش بودم تا این لحظه حداقل ندارم.